یک دستگاه پژوهشگر سازمان فضانوردی آمریکا ناسا که گرداگرد یک سیارک در فاصله 100 میلیون مایلی کره زمین میچرخید، موفق شد از روی سطح سنگی سیارک نمونه برداری کند. این نخستین بار خواهد بود که تلی از سنگهای آسمانی به زمین و به سازمان ناسا آورده می شود. فضاپیمای پژوهشی موسوم به اوسیریس رکس یک فرود 4 ساعته به سوی سطح پر از سنگ و کلوخ سیارک بنو انجام داد و سپس با دراز کردن بازوی آهنین 3.35 متری و افشاندن گاز نیتروژن به مدت 5 ثانیه برای برهم زدن سطح سنگی به نمونه برداری از خاک پرداخت. دانشمندان بر این باورند این سیارک که در روزهای اولیه منظومه شمسی شکل گرفت می تواند کلید معمای منشأ زندگی در کره زمین را به دست دهد. دانشمندان معتقدند برخورد سیارک ها به کره زمین در دوران شکلگیری منظومه شمسی در 4.5 میلیارد سال قبل موجب انتقال مجتمع‌های ارگانیک و آب به زمین شد. فضاپیمای اوسیریس رکس در سال 2016 میلادی از مرکز فضایی کندی در جزیره مریت در ایالت فلوریدای آمریکا پرتاب شد و از حدود 2 سال قبل در مدار سیارک در گردش بوده است. فضاپیما در پی این مأموریت رهسپار زمین می شود تا سنگ‌ها و خاک جمع‌آوری شده را در سال 2023 به دانشمندان تحویل دهد. رامش راسخ، صدای آمریکا.